امروز یک مدرسه دینی از سوی باشندگان قریه تلاس و ولسوالی گذره ولایت هرات برای بیش از صدها تن از جوانان و نوجوانان این قریه به بهره برداری سپرده شد. باشندگان این قریه میگویند که با کمک های مردمی و برخی از تاجران خیر هرات این مدرسه را افتتاح کرده. یک مدرسه دینی در قریه تلاس ولسوالی گذره امار و امروز به بهره برداری رسید. هزینه صرف شده در این مدرسه از سوی مردم محل و خیرین در هرات پرداخت شده است. عبدالخالق حقدوس مسئول از ساخت این مدرسه میگوید که امار این مکان آموزشی بیش از 500 هزار افغانی هزینه برداشته است. و ای ضمن خرسندی از افتتاح این مدرسه میگوید با بهره برداری از این مدرسه دینی کودکان و نوجوانان این محل می توانند علوم قرآنی را در اینجا فرا بگیرند. پول از این مصارف از این در حدود 5 لک افغانی که همه مردم خیر محیط و منطقه خودمو یعنی میقریه تلاس و دیگه برادران خیری که از اطراف و اکناف شهر میشناختیم و با اونا شناخت و معرفتی داشتیم یعنی پول از این بودجه از این را تهیه کرد. عالمان دین نیز ضمن خرسندی از بهره برداری این مدرسه میگویند که کمک در ساخت همچون بناهای باعث خیر و برکت در زندگی گردیده و خداوند جل جلاله و مزد افراد کمک کننده را دو برابر خواهد داد. این عالمان دینی از تجار و خیر نیز میخواهند که در ساخت همچون مدرسه های با مردم کمک کنند. کسی که در راه خیر قدم ببر میداره پروردگار جل جلاله 10 برابر برای او در دنیا مزد میده. هر کس که میخواد که حتی سرمایه از او بالا بره میشه که در راه های خیر قدم برداره و چیزی به سرمایه خود صرف این راه بکنه تا اینکه الله جل جلاله در برابر برای او 10 برابر در دنیا برای او بده. باشندگان این محل نیز از افتتاح این مدرسه خوشحالند و ابراز میدارند که برای کمک به این مدرسه تلاش خواهند کرد. با گفته آنان با افتتاح این مدرسه کودکان می توانند مسائل دینی را فرا بگیرند. ما یک تعداد مردم طالب داریم که به مبزی حساب مدرسه که حساب درس می در به مقابل همی طفلایی که به داخل همی غریه همی در ویدیو ما تخمین 100 نفر شاگرد به پیش همی طالبایی داریم و امو مولای عبدالخالق که خود نظارتگر همی مدرسه است. خوشحالی که در این باره مدرسه اگه ما ابراز کنیم اصلا بیان نمیشه که در این مکان یک مدرسه به ما ایجاد شده. بسیار خوشحالیم. در محفلی که به این مناسبت در صحنه این مدرسه دینی برگزار شده بود جمعی از بزرگان عالمان دین و مردم محل حضور داشتند. عالمان دین ضمن تمجید و تقدیر از کسانی که در ساخت این مدرسه تلاش کردند تاکید نمودند که با بهره برداری از این مکان آموزشی زمینه برای آموزش ده ها تن از کودکان و جوانان فراهم خواهد شد.